آقای طالبی، علی خامنه‌ای همواره با اعتماد به نفس از حمایت مردم از خودش و انقلاب سخن میگفت. امروز گفت شنیدم استقبال بیشتر شده، انشالله که همینطوره. تعبیر شما از این جمله چیه؟ ببینید، اولا من بگم که ما در یک شرایط حسن بصری بار هستیم. وقتی از اون میپرسن که چگونه ای، میگه قومی رو فرض کنید که در دریاست و کشتیش شکسته و غرق شده و هر کسی چوبی رو گرفته است. گفت این حال چگونه است؟ صعب است. گفت آره صعب است. حال ما هم همینه، یعنی حالی که کشور داره حال بسیار بدی است. فراتر از علی خامنه‌ای و کسانی که در حول و حوش مسئله مشارکت و یا مشروعیت پار به زم این که دفاع میکنن و یا دفاع نمیکنن، حال هیچ کدومشون خوب نیست. یعنی هم کسانی که به نوعی تلاش رو بر این دارن که بتوانن از یک روزنه استفاده بکنن و هم کسانی که مشارکت در این انتخابات رو به معنای این میدانن که هیچ تغییری در کشور نخواهد شد. علی خامنه‌ای قبلا هم خیلی عجیب بود که گفت که این کسانی که در انتخابات شرکت نکردن، این 60% حداقل پذیرفت این افراد رو به عنوان کسانی که تحریم کردن. خب بخشی از این افراد کسانی هستن که با توجه به اون بیتفاوتی اجتماعی که در ایران سالهاست وجود آمده، همین حریم خودشون رو حفظ کردن و مسئله‌ای که به نام سفره مردم و سفره این عزیزان هر وجود داره این هست که مردم به طور کلی خودشون رو جدا کردن از این سخنانی که از علی خامنه‌ای نشأت میگیره یا از کسان دیگر، و اینها هیچ کدوم تأثیری رو در مناسک و مناسبات و آنچه که به طور مؤثر در زندگی روزانه مردم هست نداره. متاسفانه آقای خامنه‌ای خیلی دیر صدای معترضان رو میشنوه، خیلی دیر تلاش میکنه که واکنش بده در به صورت لسانی و زبانی. و البته آنچه که مشخص است، علی خامنه‌ای نگرانیش از این وضعیت موجود یک نگرانی شدید نیست، چون جمهوری اسلامی زیاد به مشروعیتی که از طریق مشارکت هست اعتقادی نداره. من فکر میکنم که آنچه که به معنای مشارکت امروز در سیستم انتخاباتی کشور وجود داره و نگرانی هایی که حول هوشون هم از طرف اصلاح طلبان و یا هم کسانی که به نوعی در پشت سر آقای پزشکیان هستن و یا آقای جلیل هستن، به نوعی بستگی به رقابت های درون سازمانی است که در سیستم وجود داره. شاید من گفته باشم علی خامنه‌ای خطری رو که از سوی جبهه پایداری، از سوی آقای میرباقری حفظ میشه و جناحی که به صورت فتح‌الله گلنوار در سیستم رخنه کرده و این شرایط رو خود ایشون از دوران احمدی نژاد به وجود آورد که بتواند با حسب دران اصلاحات، با حسب مخالفان، به نوعی فضایی رو باز بکنه که کسانی که به نوعی به اون نزدیک هستند و ولایت مطلقه فقیه رو قبول دارند، حالا خارج از خود ایشون، برای کسی دیگر رو باز بکنه. امروز دچار همین انصدار و همین بغرنجی شده که دست نیاز به سوی مردمی که به نوعی مشروعیت دادن آنها و مقبولیت دادن آنها برای اهمیت نداشت باز کرده. آقای خامنه‌ای به نظر من این حرف‌ها رو در سالیان متعدد چندین بار به صورت ضعیف و یا قوی تکرار کرده و من فکر نمی‌کنم که چنین سخنانی چه تأثیری در مردم، رأی مردم یا ندادن مردم به همراه اس‌ام‌اس هایی که وزارت کشور ارسال می‌کنه داشته باشه.